طرح حکومت موقت میان خلیلزاد و رهبران سیاسی مطرح شده است. به نام خداوند بخشاینده مهربان، خوش آمدیم به یک دیگر از ویدیوهای چینل ون اسمارت. امید داریم تا آخر این ویدیو ما را دنبال نموده و نیز این چینل را سابسکرایب نمایید. تولو نیوز می نویسد: افراد نزدیک به سیاستگرانی و در واپسین سفر خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان با او دیدار کرده اند. تایید می کند که آقای خلیلزاد با آنان درباره طرح ایجاد حکومت موقت گفتگو کرده اند. این سیاستگران میگویند که آقای خلیلزاد در این دیدار سه طرح را مطرح ساخته است. طرح نخست ادامه حکومت کنونی و شامل ساختن طالبان در این حکومت. طرح دوم شریک ساختن حکومت در یک ساختار حکومتی طالبان. و طرح سوم ایجاد حکومت موقت و همه شمول بوده است. اما سیاستگران کشور با آقای خلیلزاد گفتند که برای ختم جنگ در کشور، طرح ایجاد یک حکومت موقت و همیشه شمول از گزینه‌های مناسب است. زلمه خلیلزاد که هفته پیش به کابل آمده، با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهاد، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، محمد حنیف ادمر وزیر خارجه و حمدالله محب مشاور امنیت ملی دیدارهایی داشته است. آقای خلیلزاد که سه روز در کابل ماند، در دیدارش با این سیاستگران کشور سه طرح را در باره چگونگی ایجاد حکومت آینده در میان گذاشته و دیدگاه های این سیاستگران را در باره این سه طرح گردآوری کرده است. گلرحمان قاضی از افراد نزدیک به حامد کرزی در میان بیان داشت سه گزینه بود که یکی همین حکومت باشد و طالبان همراه آن یک جا شود. طرح دومی این که این حکومت همراه طالبان یک جا باشد، که هر دو گزینه افغانستان و جامعه جهانی قابل قبول نیست. و مطرح سومی که حکومت موقت است که همه شکل شمول را داشته باشد. میرویس غیاسی از افراد نزدیک به عبدالرب رسول سیاف گفت بعضی از مسائلی را که آقای خلیلزاد با بعضی از بزرگان سیاسی افغانستان درباره نوع آینده نظام مطرح کرده است، اما رئیس جمهور غنی در این سفر آقای خلیلزاد به کابل حضور نشده است. رئیس جمهور غنی نیز در واکنش به طرح ایجاد موقت در گفتگوی با شبکه های خبری CNN آمریکا بر انتقال قانون قدرت از راه انتخابات تایید کرده است. اشرف غنی رئیس جمهور گفت درباره گفتگو، هدف اساسی من این است که قدرت را به خواست و منفعت مردم افغانستان به جانشینی منتخب تحویل دهم و این ما را قادر می سازد که به قربانی های مردم افغانستان ارج بگذاریم. اما این باید واضح شود که مردم افغانستان نمی خواهند به عقب برگردند. طالبان هم نمی توانند خواست هایشان را بر مردم افغانستان تحمیل کنند. سر و صداها درباره ایجاد حکومت موقت اینجا در مجلس سنا نیز با واکنش های روبرو شده است. اکبر ستانکزی معاون دوم مجلس سنا گفت حکومت موقت یک خیال است و از طرف کسانی مطرح می شود که از قدرت بیرون شده اند. گلاله اکبری سناتور گفت حکومت موقت به مردم افغانستان بر مردم می گردد، به تصمیم مردم افغانستان و نظریات مردم افغانستان تعلق دارد. طالبان نمی خواهند که به گونه رسمی درباره ایجاد حکومت موقت چیزی بگویند، اما بحث ها درباره ایجاد نظام آینده را از اولویت هایشان در این دوره از مذاکرات می دانند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب ون اسمارت را سابسکرایب نمایید. منتظر نظریات،
و پیشنهادات سالم شما هستیم. اوقات خوش داشته باشین. خداوند بزرگ حافظ و نگهدار شما باشد.